برای زندگی کردن فقط یک هنر وجود داره. نفی کن، خط بزن و برو. و بعد لحظه فرا میرسه که دیگه نمیتونه خط بزنی بری. در اون لحظه هیچ چیز وجود نداره جز حقیقت. حقیقت هرنوچه. در هفته‌ای که گذشت، روز 25 خرداد 1399، محمد علی کشاورز، بازیگر پیشکسوت و سرشناس سینما، تلویزیون و تئاتر ایران از دنیا رفت. حدود 65 سال پیش وقتی او و هنرمندان هم نسلش پا به عرصه تئاتر گذاشتند، تئاتر ایران برج و بارویی نداشت و شاید تنها چند آجر اولش بر زمین گذاشته شده بود. در این شرایط بود که محمد علی کشاورز و هنرمندان هم نسلش وارد تئاتر شدند. خط بزن، برو. در بین هم نسلان محمد علی کشاورز، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، اسماعیل شنگله بود که امروز در گفتگو با ما خاطره دوست از دست رفتش رو زنده میکنه. من کار تئاتر رو از سال 28 مرداد 32 در جامعه بارود شروع کردم. سال 35 اولین برخورد من اونجا با زندیات بندری کشاورز اونجا شروع شد. این دوستی همینطور ادامه پیدا کرد. همش دنبال این بودیم که تئاتر ببینیم. جایی نبود که ما کار کنیم. تئاترهای متداول اون زمان تهران همه خصوصی بودن، تحویل نمی‌گرفتن. اواخر دهه 30 برای تشویق هنرمندان تئاتر به نمایشنامه نویسی مسابقه برگزار شد و چند نمایشنامه برگزیده به اجرا در اومد که یکی از اونها سربازان جاویدان نوشته ابوالقاسم جنتی عطایی بود که با بازی محمد علی کشاورز و اسماعیل شنگله به روی صحنه رفت. ما زمانی تئاتر شروع کردیم که هیچی نبود، کتاب نبود، هیچ اطلاعی از هیچی نداشت جز اینکه بعضی وقتا می‌رفتیم منطقه شانی سرکیسیان که شاید میشه گفت پای بزرگ تئاتر جدید بعد از 28 مرداد بود. تو اونجا کسانی که علاقه من به تئاتر بودن و در خارج از ایران تحصیل کرده بودن، تئاتر دیده بودن، اونها برای ما یه طرفایی میدن، ما از اونها یه چیزایی یاد میگرفت. روزی دو ساعت این تمرین میکردیم، اونم تمرین میکردیم که آماده بشیم. چنانی به اون صورت نبود که بشکافیم نمایشنامه رو، شخصیت رو بشکافیم، ارتباط شخصیت ها رو با هم سر بیاریم. این رو هنوز به طور کامل نداشتیم. ما سعی میکردیم اون چیزی که فکر میکردیم درسته اون رو انجام بدیم. اصولا ذوق شخصی بود. اسماعیل شنگله از سال 40 تا 48 برای تحصیل به آلمان رفت. در این فاصله محمد علی کشاورز کار در چند فیلم رو تجربه کرد. سال 40 تا 48 که برگشتم، کار من و آقای کشاورز تازه شروع شد. یعنی وقتی که وارد شدم به فاصله دو تا نمایشنامه تک پرده ترجمه کردم، یکیش خودم بازی می‌کردم، یکیش هم خود آقای کشاورز کارگردانی کردیم. لابلای اینها ما کارهای تلویزیون ملی که از سال 45 درست شده بود با آقای کشاورز بازی می‌کردم. برای رسیدن به نقش دیگه مثل گذشته نبود. سعی می‌کردیم بحث کنیم، جدل کنیم و اصلا خودمون رو داریم جای اون نقشی که اون بازی میکنه، اون میذاره خودش جای نقشی که من بازی میکنم، به هم نزدیکتر میشود. میگم خیلی ابتدایی بود این کارها، ولی در هر صورت همین ها سرم شد که یواش یواش شکل میگیره. خواب شفا بخشی بود. خیلی وقت اینجا دراز کشیدم. بیهوشید خیلی طول کشید، بعدش هم خوابید. دکتر از شهر اومد؟ نه. کسافت. خب حالا چطوره؟ این جونور بعد تلگراف بزنه. میخوای برم دکتر همینجا رو برات بیارم؟ اون حتما از زور مستی بیهوش شده. یکی از کارهای درخشان آقای کشاورز شعبون سخنی بر سریال هزار دستان بود که نقش علی حاتمی به عنوان نویسنده کارگردان خیلی مؤثر بود در کل این برنامه. بعد از اون باز یک کار دیگه با آقای علی حاتمی کرد به نام مادر.
بازی درخشانی که توی این دوتا به خصوص من شاهد ناظرش بودم از کمتر کسی دیدم. هیچ وقت یک مدل خاصی رو تمام نقش رو اجرا نمیکرد، سعی میکرد نقش رو از دل متن اون نمایش داد. بنابراین تفاوت داشت بازیاش نسبت به اکثر کسایی که بازی میکردن. من محمد علی کشاورز هستم، بازیگر که در این فیلم نقش کارگردان رو بازی میکنم. سایر بازیگران همه محلی هستن. ما الان در محلی هستیم به اسم کوکر، تقریبا 350 کیلومتری تهران، که سال گذشته زلزله نسبتا شدید اینجا رو به کلی ویران کرد. بچه ها گرسنه، راهشون هم دوره، اگر ممکن یکم سریعتر. ما الان جلوی یه مدرسه تازه ساز هستیم برای اینکه یه بازیگر دختر انتخاب کنیم. من آرزوم اینه که این جوان های که الان هستن کارهای آقای کشاورز و دیگران که جای خاصی برای خودشون باز کردن در نشر اونها بشه و اونها بدونن در آینده کارهای ارزنده تر از کارهایی که آقای کشاورز هم سال هم کردن. یعنی ترقی من اینه و تئاتر ما حرکت جلوتر داشته باشه. نه دنیا نری.